سلام دوستا، حکمت الله رمزی هستم. برخی تیم ها در لیگ قهرمانان اروپا شگفتی ساز شدند و توانستند برخلاف انتظار جام قهرمانی را بالای سر ببرند. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. با نقل از آیس، همیشه تیم های سرشناس فاتح لیگ قهرمانان نمی شوند. گاه اوقات برخلاف انتظار تیم های کوچکتر توانستند حریف قدرتمند خود را شکست دهند و جام قهرمانی را بالای سر ببرند. در ادامه بعد قهرمانی که کمتر کس آن را به یاد می آورد اشاره می شود. سلتیک 1967. 30 می 1967 سلتیک در فاینال جام قهرمانان اروپا در ورزشگاه ناسیونال لیسبون برابر 56,000 تماشاگر به مسافه انتر رفت. تیم اسکاتلندی توانست حریف ایتالیایی اش را 3-1 شکست دهد. فاینوارد 1970. 6 می 1970 فاینوارد در فاینال جام قهرمانان اروپا برابر سلتیک قرار گرفت. این بازی که در ورزشگاه جوزپ میاتزا برابر 50,000 تماشاگر برگزار شد با پیروزی 2-1 تیم هلندی به پایان رسید. ناتینگهام فارس 1979. در 30 می 1979 ناتینگهام به مسافه مالمو رفت و توانست در ورزشگاه المپیک مونیخ در حضور 57,000 تماشاگر جام قهرمانی را بالای سر ببرد. این دیدار 1-0 به نفع نماینده انگلیس به پایان رسید. آستون ویلا 1982. آستون ویلا 25 می 1982 برابر بایرن مونیخ قرار گرفت تا فاینال جام قهرمانان اروپا را در ورزشگاه روتردام فاینوارد برگزار کند. تیم انگلیسی برابر 39,000 تماشاگر توانست 1-0 پیروز شود. هامبورگ 1983. هامبورگ در 25 می 1983 به مسافه یوونتوس رفت. این دیدار که در ورزشگاه المپیک آتن در حضور 75,000 تماشاگر برگزار شد با پیروزی 1-0 تیم آلمانی به پایان رسید. استوا بخارست 1986. 7 می 1986 فاینال جام قهرمانان اروپا بین دو تیم استوا بخارست و بارسلونا در ورزشگاه سانچز پیزخوان برگزار شد. تیم رومانیایی در حضور 70,000 نفر توانست آبیاناری ها را در ضربات پنالتی 2-0 شکست دهد. بازی در وقت‌های اضافه معمول با تساوی بدون گل به پایان رسید. آیندهوون 1988. 25 می 1988 آیندهوون برابر بنفیکا قرار گرفت تا فاینال جام قهرمانان را در ورزشگاه اشتوتگارت برابر 70,000 تماشاگر برگزار کند. نماینده هلند در ضربات پنالتی 6-5 پیروز شد. بازی در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسیده بود. ستاره سرخ 1991. ستاره سرخ در 29 می 1991 در فاینال جام قهرمانان برابر مارسی قرار گرفت. در ورزشگاه سن نیکولاباری 56,000 نفر حضور داشتند. تیم سربستانی پس از تساوی بدون گل توانست در ضربات پنالتی 5-3 پیروز شود. مارسی 1993. مارسی در 26 می 1993 در فاینال به مساف میلان رفت. این بازی در ورزشگاه المپیک مونیخ برابر 64,000 تماشاگر برگزار شد. تیم فرانسوی با 1 گل نماینده ایتالیا را شکست داد. دورتموند 1997. فاینال 28 می 1997 بین دورتموند و یوونتوس در ورزشگاه المپیک مونیخ برگزار شد. 59,000 تماشاگر شاهد پیروزی 3-1 دورتموند بودند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.